اعتراضات در عراق به کمبود آب و برق همزمان با قطع برق صادراتی ایران به این کشور و تلاش عربستان برای گرفتن جای ایران در عراق. چقدر ایران در عراق نفوذ دارد و این نفوذ آیا قابل جایگزینی هست؟ و در بخش دوم برنامه همزمان با انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران وضعیت حقوق بشری ایران را بررسی می‌کنیم. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در هفته‌ای که گذشت همزمان با 30مین سالگرد پذیرش قطعنامه 598 عراق شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود، آن هم به کمبود آب و برق، مشابه همون چیزی که در بعضی نقاط ایران دیدیم. جالب آنکه در عراق هم بسیاری ایران را مسئول کم آبی و بی برقی می‌دانند. وزارت خارجه عراق در پاسخ به سوال بی بی سی در این باره گفته مناطق جنوبی عراق به علت آنکه ایران جریان آب را از 42 رودخانه به داخل عراق بسته دچار مشکلات اساسی شدند. ایران برقی را که از سال 2003 به عراق صادر می‌کرده را هم قطع کرده به خاطر بدهی 1 میلیارد دلاری عراق، در حالی که مذاکرات وزیر انرژی عراق در تهران به نتیجه نرسید، بلافاصله خبر رسید که عربستان حاضر است این کمبود برق را جبران کند. همه اینها بعد از انتخابات اخیر عراق که گفته می‌شد بعضی از مهمترین چهره‌های سیاسی نزدیک به ایران به نوعی به سمت عربستان چرخیدند. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به حضور ایران در عراق و می‌پرسیم این حضور چطور در 30 سال گذشته چنین پررنگ شد، چه عناصر و دلایلی باعث شده ایران چنین در عراق همه جانبه وارد شود و آیا تحولاتی که می‌بینیم را می‌شود آغاز افول نقش ایران در عراق تعبیر کرد. سه مهمان دعوت کرده ایم: علی مأموری، استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی در دانشگاه سیدنی از همین شهر مهمان ماست، حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل از بروکسل، و اینجا در استودیو امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب. خوش آمد میگم به هر سه شما آقایون. از آقای دستپیش آغاز میکنم، به خصوص به خاطر اینکه شما زیاد در عراق هستید، الان در بروکسلید ولی معمولا ما در خود عراق با شما صحبت میکنیم، ممکنه کمی در مورد وضعیت حال حاضر کشور به ما بگید؟ آیا واقعا اوضاع بقرنج هست به لحاظ کمبود آب و برق، یا این فقط یک خبرهایی است که داره فضا رو تحت شعاع قرار میده؟ ببینید، از لحاظ بغرنج بودن فضا، مخصوصا مسئله آب و مسئله برق، این یک واقعیت. این مسئله حتی در قسمت به اصطلاح شیعه نشین عراق خیلی حاده، در منطقه کردستان هم به همین شیوه، در منطقه سنی هم به همین شیوه، دلایل خاص خودش رو داره. از لحاظ به اصطلاح برق، اون میزان سرمایه‌گذاری که قرار بود بعد 2003 انجام بشه، این میزان سرمایه‌گذاری انجام شده، اما در نتیجه مشکلاتی که در ساختار به اصطلاح اقتصادی و مسئله فساد اداری و اقتصادی در عراق وجود داره، این سرمایه‌گذاری منجر به این نشده که یک سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل بشه. از لحاظ آب که این مسئله برای همگان واضحه که مسئله عراق از لحاظ آب تحت تأثیر دو جریان کاملا آبیه که از طریق ایران و ترکیه وارد این کشور میشه. به همین دلیل میتونیم بگیم که اون چیزی که وجود داره، اون مسائلی که در حوزه مسائل به اصطلاح آب و برق در این کشور وجود داره، کاملا عینی است و عینیت اون متاسفانه به خاطر وضعیت سیاسی و اقتصادی که وجود داره خیلی برجسته شده. برجسته شدنش هم دلیلش کاملا مشخصه، به این دلیل که اون نظامی که در عراق در حال حاضر کار میکنه، این نظام به نوعی در به انجام رسوندن پروژه‌هایی که قراره منجر به بسیار رفاه عمومی بشه، در این مرحله شکست خورده. دلایل خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خاصش خودش داره، اما از همه مهمتر اینه که اون نخبگانی که در حال حاضر در عراق هستن، قبل از اینکه بیشتر نگاهشون متوجه مسائل رفاه عمومی باشه، به اصطلاح نگاهشون به سمت دیگری رفته و باعث شده که ما این شرایط در حال حاضر شاهد بشیم. آقای مأموری، نظر شما چیه؟ آیا ما بحثمون در این برنامه مربوط به ایران هست، نقش ایران رو شما چقدر جدی میبینید در کل این ماجراها؟ ببینید، در نگاه در واقع معترضانی که الان در خیابون‌های عراق هستند، حکومت‌های بعد از 2003 به ویژه 2005 به بعد، زمانی که حزب الدعوه، مجلس اعلی و گروه‌های شیعه مهم دیگری که در دامن ایران پرورده شده بودند و در 30 سال گذشته در واقع در ایران به نوعی مورد حمایت قرار گرفتند و پیشرفت کردند و بزرگ شدند،
و بعد از اونها گروه های نظامی که به تدریج شکل گرفتن مثل اصائب و کتائب و بدر و دیگران، همه اینها در واقع گروه اصلی و بخش اصلی و بدنه اصلی حکومت های بعد از 2005 رو به شکل خاص تا کنون تشکیل می دادند و مورد حمایت جدی ایران قرار می گرفتند و بودند و هستند. اما خب تمام اینها به شدت شکست خوردند در این که بتونن خدمات و امکانات بسیار ساده و اولیه رو برای مردم عراق از شمال تا جنوب، از شرق تا غربش فراهم بکنند. و همچنین در دوره های انتخاباتی مختلفی که برگزار شد به شکل مشخص در واقع ردپای ایران رو در ایجاد در واقع یک جریان انتخاباتی مشخصی و پیروزی یک شخصی بر علیه شخص دیگری، گروهی علیه گروه دیگری می‌بینند. به طور مشخص در 2010 هنگامی که عیاد علاوی در واقع بیشترین آرا رو کسب کرد، با دخالت ایران یک ائتلاف بزرگتری شیعی ایجاد شد تا بتونه ائتلاف شیعی در واقع به نوعی حفظ بشه. افزون بر اون در واقع خیابون‌ها و ترویج‌های زیادی و نامگذاری‌های زیادی که به نام رهبران ایران در ایران وجود داره، در بصره به شکل مشخص خیابون امام خمینی که یکی از خیابون‌های اصلی اونجا هست، در واقع تابلوهاشو مردم سوزوندند. شبیه همین حادثه در نجف رخ داد، خیابون اصلی شهر که در واقع فرودگاه رو به شهر و به حرم امام علی وصل می‌کنه. اینها در واقع به نوعی یکی از زمینه‌های خشم عده‌ای از راهپیمایی کنندگان دست کم هستش و ایران رو هم در ضمن مسئولان ناکامی دولت‌های پیاپی در عراق می‌دونه. آیتاری، شما سال هاست اوضاع منطقه رو دنبال میکنید، به اوضاع ایران آشنایید، به اوضاع عراق. فکر میکنید که چقدر واقعا این ماجراها رو میشه از کمکاری دولت ایران دونست، یا اینکه اصلا دولت ایران میتونه ادامه بده به این حجم حمایتی که حالا به شکلهای مختلف از دولتها در عراق داشته؟ ممکنه که به کمکاری متهم شده، ولی به هر حال مثلا حجم برقی که ایران صادر میکرده بدون اینکه پولش رو دریافت کنه ظاهرا این الان مسئله است. تا کجا میتونست ایران ادامه بده به این شیوه و نداده؟ البته این گرفتاری ایران این است که دو تا سیاست رو در عراق و جاهای دیگه به کار برده. در یک مرحله ایران به صورت یک ایدئولوژی عمل میکنه و میخواد ایدئولوژی خودش رو بر عراق تحمیل بکنه، لااقل بر شیعیان عراق. ولی میدین شیعه گری یک هویت ملی و قومی نیستش، یه مذهبی هستش. عراقی ها میتونن شیعه باشن ولی عراقی باشن و کوچکترین علاقه ای ندارن که مستعمره ایران بشن یا آقای خمینی رو دوست داشته باشن یا آقای خامنه‌ای یا دیگر رو. یه طرف دیگه دولت ایران وجود داره به عنوان دولت، نه به عنوان ایدئولوژی، که هیچ دولتی در عراق نمیتونه باش روابط بد داشته باشه، برای که این دو کشور انقدر به هم نزدیکن. 90% جمعیت عراق در 100 کیلومتری مرز ایران زندگی میکنن، 60% از آبش از ایران میاد، راه عراق به دریاهای باز از طریق ایران هستش. قبایل عرب، بنی طرف، بنی تمیم، نمیدونم بنی کعب، قزبانی ها، خروسی ها در دو طرف هستن، کردا در دو طرف هستن که هم ایرانی هم عراق. یعنی هیچ دو کشوری رو پیدا نمی کنین که اینقدر به هم نزدیک باشن. بنابراین علی رغم هر رژیمی که در تهران باشه، اینجا ایران مهمترین کشور برای عراق هستش و عراق هم مهمترین همسایه برای ایران هستش. ولی چون خود جمهوری اسلامی میدیم مثل یه عقاب دو سر میمونه، یعنی دو تا جمهوری اسلامی وجود داره، یکی که میخواد انقلاب صادر کنه و مردم رو از نظر ایدئولوژی شبیه خودش کنه، و یکی دیگه میخواد از منافع ملی ایران استفاده کنه. مثلا ما با عراق در مورد تقسیم آبها دو تا معاهده داریم از زمان پیش از انقلاب که اینا اگه اجرا بشه هیچ گونه مشکلی به وجود نمیاد. الان مشکل چی هست؟ این 42 رودخانه که عراق میگه که ایران به ما بسته، بله، این در اون کنوانسیون ها چطور دیده شده؟ این به اصطلاح بر علی رغم اون کنوانسیون ها هستش، یعنی در اینجا ایران تقصیر داره. در مورد صدور برق، ایران میدین الان 3 سال به دولت عراق میگه که این بدهیتون رو بدین به ما، اونا نمیدن. میدین بنابراین در اینجا ایران حق داره و عراق حق نداره. قطعنامه 598 رو که صحبت کردین، الان میدین سالها گذشته ازش، چرا شط العرب رو باز نمی کنن؟ چرا لای روبی نمی کنن؟ چرا اهالی جزیره مینو و سلبوخ که به طور آواره دارن زندگی میکنن در ایران، اجازه نمیدن برن تو کشور خودشون و تو نمیدونم شهر خودشون و تو جزیره خودشون زندگی؟ یعنی
علتش اینه که ایران فلجه بین این دو جور دو هویتی که داره، میدونی، مثل دکتر جکیل و آقای هاید. یعنی آقای هاید از یه ور میکشه، دکتر جکیل از یه ور دیگه میکشه. و شما فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال عراق همونطور که کشور مهمی برای ایران هست، برای عربستان هم در همین معادلات کشور بسیار مهمی شده در سالهای اخیر و تلاش عربستان این است که به نوعی حضور ایران رو کمرنگ کنه در عراق و نقشش رو ببینید؟ عربستان تو این بازی وزن بزرگی نداره. میدونید ایران یه پایگاه بسیار قوی تاریخی و فرهنگی و مذهبی در عراق داره و سالهای سال، اینا قرنها و هزاران سال اینا با هم بودن. عراقی ها هم از عربستان خاطره خوشی ندارن. 1802 میلادی یک لشکر وهابی اومد نجف و کربلا رو خراب کرد و این همچنان در ذهنشون مونده. بنابراین بین رقابت بین ایران و عربستان در اینجا کار نمی کنه، جای دیگه ممکنه کار بکنه. این اشتباهات خود ایران هست که این وضع رو به وجود آورده متاسفانه. و آقای دستپیش، به نظر شما حالا اشتباه ایران یا تصمیم ایران یا به هر شکلی این تصمیمات چه تأثیری بر نقش ایران در عراق میگذاره؟ اگر ایران به نوعی عمل بکنه که افکار عمومی رو در عراق علیه خودش بشورونه، اونجور که آقای ماموری هم توصیف کردن، چه تأثیری بر نقش ایران میگذاره؟ خب ببینید، حداقل در مورد کردستان من بیشتر میتونم مثالی رو یا مقایسه‌ای رو با وضعیت قسمت شیعه به اصطلاح انجام بدم. اینه که ببین، در کردستان وضعیتی که وجود داشت این بود که مردم یه تصور بدی از جمهوری اسلامی نداشتن، به اون معنا که در موقعیت‌های متفاوتی به اونها کمک کرده بود. اما بعد از 2003، مخصوصا بعد 2005 و بعد 2009 که مسائل اپوزیسیون هم در کردستان مطرح شد، نقشی که جمهوری اسلامی ایفا کرد به همون شیوهی که آقای طاهری هم اشاره کردن، بیشتر اینکه وزن به اصطلاح روابط خارجی و سیاست خارجی داشته باشه، بیشتر رنگ ایدئولوژیک و به اصطلاح یک نوع رنگ صادر کردن انقلاب یا ارزش‌های خودشون رو به اصطلاح شامل شد. به همین دلیل پایگاه اجتماعی یا فرهنگی جمهوری اسلامی در کردستان عراق هم به شدت ضعیف شد. این معادله در قسمت شیعه عراق به همون شیوه اجرا شد، به گونه‌ای که ببین، نقشی که ایران میتونست در عراق ایفا کنه از لحاظ سیاسی و توانی که میتونست این نقش سیاسی به اونها بده، ما ورای اون چیزی است که تصور میکردن، به این معنا که عراق را به عنوان یک مجموعه سیاسی ببینه و با تصوری که آقای قاسم سلیمانی در این مورد داره که میگه در بحران ها فرصت هایی است که در فرصت ها نیست، با این منطق، با این شیوه به اصطلاح تفکر در عراق باعث شدن که اون بافت اصلی یا اون زمینه اصلی که میتونه باعث بشه که دو کشور رابط تنگ و تنگ استراتژیکشون تقویت بشه، این مسئله روز به روز کم رنگتر میشه. مخصوصا این که جمهوری اسلامی پشت نیروهایی رو در عراق گرفته که نقش فوق العاده ای در مسئله فساد اداری، در مسئله فساد سیاسی و دیگر ابعاد به اصطلاح حکومتداری دارن. به این دلیل بنده فکر میکنم اون نقشی که در قسمت شیعه عراق هم داره به همین نسبت روز به روز داره به سمت مثل ضعیفتر شدن میره. چرا؟ به خاطر اینکه نیروهایی که قرار بود که مثل رابط استراتژیک رو تقویت کنن تبدیل شدن که به نیروهایی که عراق رو به حساب یک دومین خودشون تبدیل کنن. و نقش و مسئله سنی ها هم به همین شکل، سنی ها در حال حاضر ایران رو به عنوان یک دشمن درجه یک میبینن، به دلایل خاص خودش که در به اصطلاح معادلات سیاسی عراق و به اصطلاح خاطراتی که در گذشته وجود داشته. در مجموع میخوام این نکته رو برجسته کنم که روند روابط ایران در جمهوری اسلامی با عراق یک روند کاملا نزولی است، به این معنا که ایران به بخشی از مشکلاتی که در این کشور وجود داره تبدیل شده، نه یک همسایه. و روزانه میبینیم که در امور حتی کوچیکی هم که در این کشور اتفاق میفته دخالت میکنن. به فرض مثال بعد انتخابات ما شاهد اخباری بودیم که آقای قاسم سلیمانی در عراق حاضر میشدن و به اصطلاح با نیروهای متفاوتی دیدار میکردن. این نوع دیدارها واکنش یا انعکاسی که در سطح افکار عمومی و جامعه داشته به این معناست که نیروهای سیاسی ما یا نخبگان سیاسی یا احزاب سیاسی که در عراق وجود داره وابسته این که به اصطلاح سیاست هستن، نه اینکه روابطی با هم دیگه داشته باشن تا بلکه بتونن
به اصلاح کشورشون رو به یک نوع حاکمیت برگردونن. جالب است اشاراتی که میکنید آقای دستبیش. از این نظر میگم که در این انتخابات اخیر به خصوص به نظر میمد که بعضی از چهرهای اصلی شیعه که همواره گفته میشد اینا بسیار به ایران نزدیک هستن، تلاش میکنن نوعی خودشون رو فاصله بدن از اون تعریف قدیمی و بگن که ما یک سیاست جدیدی رو میخوایم داشته باشیم. آقای معموری، چقدر واقعا این سیاست ها از طرف دولت ایران هست که به اشتباه اعمال شده و باعث این مشکلات در حال حاضر در عراق شده، چقدر واقعا خود گروه‌های سیاسی عراقی هستند که به نوعی با گرفتن نقش دست نشانده ایران به این فضا دامن زدن؟ آیا اونها میتونن بدون ایران به زندگیشون ادامه بدن؟ ببینید، در این شکی نیست که در واقع گروه نخست و در درجه نخست خود مسئولان عراقی موجود، احزابی که به قدرت رسیدند، در واقع مسئول وضعیت جاری، فساد موجود، وضعیت اقتصادی موجود و مشکلات مختلف دیگر هستند. اما در کنار در واقع این وضعیت بایستی همچنان اضافه کرد حمایتی رو که این گروه ها از ایران دریافت کردند. در واقع این گروه ها امکان رسیدن به قدرت رو نداشتند اگر حمایتی رو که از ایران در دوره‌های انتخاباتی مختلف به دست آوردن. ممکنه این مقدار بازتر به ما بگید این حمایتی که شما ازش صحبت میکنید دقیقا چیه؟ حمایت مالی افکار عمومی؟ چه جور حمایتی از ایران دریافت میکنن گروه ها؟ میلیشیاهای شیعی که الان در واقع لیست انتخاباتیشون لیست دوم در عراق شد، گروه الفتح به شکل مشخص، بعد از سائرون مقتدی صدر دومین گروه در واقع برای هادی آمری هستن، درسته؟ دقیقاً بله. گروه های اصلی در واقع اینها میلیشیاهایی هستند که تجهیزات نظامیشون، حمایتشون، اصل تشکیلشون، سازماندهیشون توسط ایران شکل گرفته. حتی گروه های نظامی دیگر حشد شعبی که بیشتر نزدیک به سیستانی بودن به اونها وارد نشدن. این مجموعه و این لیست یک لیست کاملا ایرانی است و رهبران اون به شکل مستمر و خودتون میفرمایید که اینها گروه دوم شدن در این انتخابات اخیر. بنابراین به نظر میرسه که با همه انتقاداتی که به عمل کرده ایران ظاهرا ظرف این سالها مطرح شده، باز هم اینها تونستن بخش عمده از افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ببینید، مشکل در واقع وضعیت انتخابات در عراق اینه که بسیار پیچیده هست. وضعیت دموکراسی نمیشه وضعیت اونجا رو با دموکراسی کشورهای ثابت و مستقر در واقع مقایسه کرد، از این جهت که برخی از اینها در واقع در اثر نفوذ نظامی که در مناطق به تازگی آزاد شده داشتند یا بر اثر در واقع وجود روابط عشیره‌ای و قبیله‌ای و مسائل دیگر در واقع تونستند آرایی رو کسب بکنن. افزون بر این که آرا الزاماً به اشخاص نمیره، گاهی وقتا آرا در واقع به یک گروه انتخاباتی میره و بین اشخاص منتخب تقسیم میشه. افزون بر این که وضعیت طایفه‌ای هنوز به حدی هستش که ترس هر کدوم از گروه‌های سگانه اصلی موجب میشه که در واقع به سمت آرا، به سمت گروه مورد نظر خودشون برن. همین وضعیت ما در کردستان شاهد هستیم. همیشه دو حزب اصلی بیشترین آرا رو میارن و در بین عرب‌های سنی باز احزاب مشخص سنی هستن و در بین شیعیان وضعیتی مشابه وجود داره. اینو نمیشه الزاما به معنای تأیید سیاست‌های این گروه مشخص علیه گروه مشخص دیگری مقایسه کرد. افزون بر این که اساساً تمام احزاب و لیست‌های انتخاباتی هیچ گونه برنامه مشخصی برای اداره حکومت در واقع ندارند و رأی مردم، رأی بیشتر بر اساس مجموعی از معیارهای شخصی است. و نکته آخر این که اساسا تعداد شرکت کنندگان در انتخابات اخیر هم بسیار کم بود، زیر 50%، 40 خورده درصد از مردم صرفا در انتخابات شرکت کردند که نشانگر در واقع نارضایتی بیش از 50% مردم از اصل روند سیاسی جاری در مملکت بوده است. آقای طاهری، ما نمیتونیم شرایط امروز عراق رو بررسی کنیم بدون اینکه نگاه تاریخی داشته باشیم به اونچه که به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق در عراق گذشته. شما به هر حال این روند رو سالهاست دنبال میکنید، ممکنه به ما بگید چه دلایلی باعث شد؟ حالا میدونیم که به هر حال حمله آمریکا به عراق و رفتن صدام حسین راه رو باز کرد برای ایران، اما به هر حال باید پتانسیلی وجود می داشت که
بتونه ایران اینطوری خودش رو در همه امور عراق وارد بکنه به نوعی. اش چیزایی رو اشاره کردید، نزدیکی‌های فرهنگی، نزدیکی‌های به هر حال قومی قبیله‌ای و همینطور آب، برق، همه اینها، اما نکته اصلی کجا بود؟ چطور ایران تونست اینطور خودش رو در عراق جا بندازه؟ اول یه نکته رو بگم و اون این که الان همه میگن تقصیر ایرانه این وضع عراقی، نه همینجور که ما همیشه میگیم که کار انگلیس هاست، ولی واقعا اینجوری نیست. میدین تقصیر خود عراقی ها هم هست، برای اولین بار در تاریخشون حکومت منتخب خودشون رو دارن ولی موفق نبودن در این زمینه. میدین ایران بهشون نگفته برین کشور رو غارت بکنین، پولشو بفرستین در لندن آپارتمان بخرین یا با نمیدونم چمدان سامسونایت پر از دلار فرار بکنیم. میدونین به هیچ وجه مربوط به ایران نیست، حالا چه رژیم ایران خوب باشه چه نباشه. نه. و ایران در هر شرایطی همیشه از دید بعض عراقی ها حامی و محافظشون بوده. یعنی اگر ایران نبود صدام حسین کردها رو کشتار میکرد، میدونین، ولی میترسید از ایران، نمیتونست این کار بکنه. و بعد از جنگ مثلا اخیر عراق هم و برافکندن صدام حسین، ایران نقش مثبتی هم بازی کرد در دور هم جمع کردن این گروه ها، جلوگیری از جنگ داخلی. یعنی میدونی مجموعه ایران مثل یه سویچی بوده که هم برق روشن میکنه هم خاموش میکنه. اشاره خوب کردید، برای اینکه مثلا در همین انتخابات رفراندوم اخیر کردستان خیلی ها میگفتن اصلا دلیل اینکه کار به اینجا رسید نقش ایران بود. میگفتن هفته آخر آقای سلیمانی رفته اونجا در جلوگیری از اینکه ارتش کلونی عراق به کردها حمله بکنه. باز همین آقای سلیمانی که به نظر من از نظر نظامی نمره صفر بهش میدم، ولی به هر حال موفق شد که جلو این کارو بگیره. یعنی نقش ایران 100% منفی نیست. وقتی ایران به صورت یک کشور عمل میکنه نقشش مثبت بوده، وقتی به صورت یک ایدئولوژی عمل میکنه نقشش منفیه. یعنی عراقی ها میخوان عراقی باشن ولی شیعه هم باشن، کرد هم باشن، سنی هم باشن. من در واقع سوالم این هستش که چه چیزی باعث شد که نقش ایران انقدر پررنگ بشه در عراق؟ ایدئولوژی یا نیازهای عراق و اون چیزی که یه مقداریشی که گفتم، یعنی یه چیزای طبیعی است که نمیتونی برداری. عراق و ایران لازم داره برای اینکه بتونه راه به دریا داشته باشه، ایران لازم داره برای اینکه کردها و قبایل عرب شیعه دو طرف هستن، بقای متبرکه ایرانیا در عراق، تمام اجداد ما در نجف دفنن. یعنی اینا چیزاییه که نمیشه. و بعدم اگر این حمایت ایران نباشه به طور کلی، عراق یک کشوری خواهد بود در معاصره کشورهای عرب سنی که از نظر فرقه‌ای ممکنه باش مخالف باشن و خودش رو در احساس امنیت نخواهد کرد. بنابراین این عراق همیشه به ایران احتیاج خواهد داشت. درسته، ولی از طرف دیگه من میخوام این رو شما برای ما بازتر بکنید. آیا مثلا آمریکا بعد از حمله 2003 ملتفت نبود که این اتفاق ممکنه، یعنی حمله به عراق و برداشتن صدام حسین ممکن هست که ایران رو قدرتش رو زیاد بکنه در عراق، یا اینکه همه اینا رو محاسبه کردن و حمله کردن؟ بله، ملتفت بودند و با ایران همکاری میکردن. مثلا نخست وزیرای عراق رو با تفاهم ایران و آمریکا تعیین شدن. مثلا دوستمون از علاوی، عیاد علاوی صحبت کردن، جلوی نخست وزیر عیاد علاوی رو ایران و آمریکا با هم گرفتن و یک کسی دیگه ای رو به جاش گذاشتن. میدین یعنی این همکاری ایران و آمریکا بوده در این جریان رفراندوم کردستان و همکاری کردن جریان مبارزه با داعش، همکاری همین آقای هادی العامری که الان صحبت شد، ایشون رابطه بین جنرال پتروس فرمانده آمریکایی بود و همین تیمسار سلیمانی. بنابراین یه چیز پیچیده تر از اون نیست که به سادگی. الان پیچیدگی اینجا بیشتر میشه آقای دستپیش. الان آمریکا اصرار داره که میخواد نفوذ ایران رو در منطقه کم کنه، قبلا صحبت کرده، الان یکی از اهداف آمریکا اینه. همین هفته پیش که آقای ولایتی رفته بود به مسکو، صحبت این بود که یکی از خواسته های مسکو هم این هست که ایران کمی در عراق دست و پاشو جمع بکنه. به نظر شما آیا این شرایط جدید باعث میشه که ایران به نوعی قدرتش در عراق محدود بشه؟ آیا مشکلات اقتصادی که ایران بابت تحریم ها داره باعث محدودتر شدن نقشش در عراق میشه؟ قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم، ببین یه نکته در رابطه با مسئله که آقای طاهری اشاره کردن. کاملا برعکس، بنده معتقدم آقای طاهری که جمهوری اسلامی نقش بسیار جدی در مسئله فساد، در مسئله به اصطلاح اون ناهماهنگی و عدم هماهنگی یا عدم مشروعیتی که سیستم سیاسی در عراق در میان مردم داره داشته، مخصوصا در حوزه فساد. من
نمونه‌هایی رو براتون اشاره کنم. در کردستان اون کسی که و اون دولتی که و اون نیرویی که دنبال قاچاق نفته، جمهوری اسلامی. ما یه خط لوله نفتی به فرض مثال در کردستان داریم که خط لوله نفتی رسمیه و به این جهت ایجاد شده که نفت از طریق این لوله به ترکیه صادر بشه. خب ترکیه با این مسئله موافقت کرده و به اصطلاح کاملا داره قانونی کارش انجام میده. مسیر دوم که مسیر عراق و به اصطلاح حداقل منطقه سلیمانی هم شامل میشه، بیشترین نفت قاچاق و بیشترین مسائلی که از این طریق وارد ایران میشه توسط جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش از حکومت که شما به عنوان ایدئولوژیک نام بردین، در از اون طریق اجرا میشه. قسمت دوم از مسائلی که در داخل این نیروهای ملیشیایی برای خودشون هر کدوم یک چاه نفتی رو کنترل کردن و درن از این چاه نفت درآمد یا امرار معاش میکنن. یعنی میفهمید که بهار برای فساد هم نقش ایران هست که پررنگ هست در عراق. نقشش ببین، نیروهایی که دور بر جمهوری اسلامی در عراق جمع شدن احتیاج شدیده. فساد نیست، این مثل تانگو میمونه. دو نفر لازمه که اینو. سلیمانی هر که میگی، این رهبران سلیمانی خودشون فاسدن. البته یه عده فاسد هم در ایران پیدا میکنن، با هم قاچاق میکنن. البته یعنی ببین دای طاهری، تمام کسکوزه ها رو سر یه طرف شکستن درست نیست. میدونین همینجور که گفتم قبلا، خلاص ما میگیم کار انگلیس هاست، اینو بگیم کار ایرونی هاست، تمام شد رفت. خود رهبران عراق باید مسئولیت بپذیرن و مردم عراق بایستی از اونا مسئولیت بخوان. بنده با این حرفتون کاملا موافقم، اما ببینید رفتار یک کشور با ترکیه در رابطه با نوع مثلا روابط در حوزه مسائل انرژی، در حوزه مسائل اقتصادی، ترکیه مثل یه دولت عمل میکنه نه مثل یه ایدئولوژی. دقیقاً. خب بس اینجاست، موقعی که نیروهای آقای قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران نقش اساسی در مسئله فساد دارن، خب باید این نقش اساسی و بنیادیه، یه نقش حاشیه‌ای نیست. و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق کاملا در کنترل و قدرت سپاه پاسدارانه، نه دست دولت. خب در اینجا ما حوزه مثل تحلیلیمون یا واحد تحلیلیمون طبیعتا باید نیروی باشه که تاثیرگذار باشه. به هر حال نسبت به سوالی که در رابطه با نقش ایالات متحده مطرح شد، بنده معتقدم که ببینید اون چیزی که در رابطه با جمهوری اسلامی پیش اومده در رابطه با ایالات متحده نقش بسیار عمده‌ای داره در تصوری که شیعه ها نسبت به آینده خودشون در عراق دارن. به این معنا که شیعه الان این ترس رو دارن که اگر اتفاقی برای جمهوری اسلامی بیفته، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی ضعیف بشه، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به یک نوع تنگینا برسه، این تنگینا با این شرایطی که وجود داره شامل حال اونها هم میشه. من در یکی برنامه ها اتفاقا به این موضوع هم اشاره کردم. آقای مقتدا صدر در یکی از نشست‌های خودش با نخبگان عراقی که بخشی از کردها هم شامل میشد، اشاره به این نکته کلیدی کرده بود. گفته بود که ما نباید سرنوشتمون رو به جمهوری اسلامی ربط بدیم یا متصل کنیم. این اتصال در واقع در حال حاضر به واسطه برهم خوردن رابطه ایالات متحده و ایران باعث شده که یک نوع ترس میان شیعه درست بشه. خب این ترس تأثیر میذاره هم در افکار عمومی، هم در نخبگان و هم در نیروهای سیاسی. اما در مجموع و در نهایت این جمهوری اسلامیه که نیاز شدیدی به عراق داره، حتی در این وضعیت تحریم هم. چرا؟ به خاطر اینکه بازارهای فراوان که در قسمت شیعه نشین و در قسمت کردستان وجود داره، بخش عمده‌ای میتونه از اون به اصطلاح مبادلات تجاری و درآمد تجاری که قرار برای جمهوری اسلامی در نتیجه تحریم‌ها را وجود میاد برای اون جبران کنن. در چنین شرایطی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باعث میشه که با تمام سختی‌هایی که براش وجود میاد، عراق رو همچنان داشته باشه، یه سعی کنه با اون به نوعی با تسامح رفتار کنه. ولی در کل با توجه به اصطلاح شناختی که حداقل در مورد کردستان عراق دارم، اینه که در حال حاضر ایالات متحده به شدت تلاش میکنه که از نیروهایی که در کردستان است درخواست کنه که روابطشون رو با جمهوری اسلامی کم کنن، به این معنا که این فشارها در عراق هم ابعاد بیشتری پیدا کنه. آقای ماموری، نظر شما چیه؟ آیا با توجه به شرایطی که آمریکا در منطقه میخواد، ایران میتونه نفوذش رو در عراق حفظ بکنه؟ ببینید، همونجور که اشاره کردن هر دو بزرگوار، روابط ایران عراق و ابعاد روابط بین اونها بسیار متنوع و دارای تاریخ درازه و به این سادگی امکان در واقع تقلیل این نفوذ وجود نداره.
همین وضعیت تا یه حدی در واقع با یک درجه کمتری بین نه عراق و عربستان اما بین عراق و ترکیه وجود داره. ترکیه هم به حال در حدود 400 سال در واقع حاکمیت سیاسی عراق رو به عهده داشته، نزدیک 2 میلیون در واقع شهروند ترک ما در عراق داریم، روابط اقتصادی اجتماعی بسیار عمیق بین کردستان عراق و جنوب ترکیه وجود داره، پایگاه‌های نظامی ترکی در شمال عراق هستند و الی آخره. در هر دو طرف در واقع امکان قطع رابطه و تقلیل نفوذ به شکلی که به زمان قبل از 2003 برسه تقریبا ناممکنه، اما امکان محدود کردن اون وجود داره. برای مثال موضوع برق که الان مطرحه، مسئله بدهی به نظر میرسه بیشتر یک بهانه باشه، از این جهت که کل مبلغی که الان داره اعلام میشه مبلغ 1 میلیارد دلار هستش. در گذشته بدهی ها گاهی وقتا به 2 میلیارد دلار هم میرسید و وقتی از 2 میلیارد دلار میگذشت، برای مثال در 2016 این اتفاق افتاد، چند روزی قطع میشد و عراق بلا فاصله حاضر به تقسیط میشد و تقسیط رو هم ایران میپذیرفت و در واقع برق برمیگشت. عراق اینقدر مفلس نشده که نتونه 1 میلیارد دلار رو یه جوری اداره بکنه با ایران، یا به شکل قسطی یا به شکل یک قسمتی از مبلغ رو بخواد پرداخت بکنه. معاون وزیر برق در واقع هفته قبل در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که مشکل ما مشکل بدهی نیست، بلکه 2 مشکل اساسی است. یک اینکه ایران اساساً خودش نیاز داخلی داره و با قطعی برق مواجهه و نمیتونه تولید بکنه نیازمندی های ما رو، و مشکل دومی که به دلیل منعی که ایجاد شده و مجازات های اقتصادی که در واقع آمریکا ایجاد کرده، ما امکان نقل مالی رو با ایران نداریم. و این نشون میده که به هر حال سیاست های ترامپ و آمریکا میتونه حتی روابط اقتصادی بین ایران و عراق رو هم با مشکلات جدی مواجه بکنه. به هر حال عراق هم وقتی میخواد مبلغی رو پرداخت بکنه باید در قالب سازوکار پرداخت های بین المللی صورت بگیره، مگر اینکه باز از راه های میانبر و راه های غیرقانونی بخواد استفاده بشه که باز اونم هم معونه و تبعات قانونی زیادی داره، هم زمینه گسترش فساد رو در هر دو کشور ایجاد میکنه و آسان و ساده نیست. جنبندی بنده اینه که بله، اتفاقاتی که داره میفته به هر حال به محدود شدن روابط، به محدود شدن نفوذ ایران در عراق خواهد انجامید، اما این محدودیت به این معنا نیست که ما شاهد یک وضعیت خیلی شگفت زده و متفاوتی در حدی که ایران نتونه نقش یکی از بازیگران اصلی کتاب کنون داشته رو دیگه نداشته باشه، به این اتفاق و به این مرحله نخواهد رسید. همچنان ایران و تا یک مدت زمان بسیار درازی اونجور که وضعیت کنون نشون میده یکی از بازیگران اصلی حوزه سیاسی اجتماعی و اقتصادی عراق خواهد. بسیار ممنونم از شما آقای ماموری، آقای دستپیش و آقای طاهری، اینجا متشکرم از هر سه آقایون. اما خانواده کاووس سید امامی از صدا و سیما ایران شکایت کردند به خاطر پخش مستندی درباره او که در آن جاسوس خوانده شده. این درست بعد از خبری بود درباره حمله به منزل او و بازداشت همسرش. خانواده سید امامی میگویند ماموران از همسرش خواسته بودند در مصاحبه شرکت کند و علیه کاووس سید امامی صحبت کند. در ماه‌های گذشته به طور مداوم خبرهایی از ایران رسیده که فعالان حقوق بشر را به واکنش واداشته. حکم‌های طولانی برای دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه، شیوه برخورد با بازداشتی‌های دراویش گناه‌آبادی، اعدام محمد سلاس و همینطور پرونده فعالان بازداشتی محیط زیست. در این برنامه می‌پرسیم چرا حکومت ایران فشار بر طیف گسترده شهروندان را تشدید می کند و آیا نماینده تازه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران می تواند در این زمینه کاری کند؟ برای این بخش از برنامه 2 مهمان به ما پیوستند. مدیار سمیه نژاد، مدافع حقوق بشر از اسلو در نروژ با ماست و شادی سعد، فعال حقوق بشر از مدیران سازمان عدالت برای ایران اینجا در استودیو مهمان ماست. خوش آمدید. خانم سعد، ممکنه شما یه جنبندی به ما بدید از آخرین اتفاقات و تحولات در پرونده آقای سید امامی؟ این شکایتی که مطرح شده به چه شکل هست و چقدر امیدوار میتونن باشن خانواده و وکیل او که به نتیجه برسه؟ طبیعتاً تا وقتی که من اسناد و مدارک این شکایت رو نبینم خیلی نمیتونم راجع به جزئیاتش حرف بزنم، ولی تا اونجایی که از اخبار برمیاد و همینطور اقدامی که انجام دادن بر اساس قوانین ایران، همونطور که میدونیم صدا و سیما درست پس از مرگ مشکوک آقای سید امامی یک فیلمی رو پخش کرد به عنوان مستند که در اون ادعا شده بود که ایشون برای دولت‌های خارجی جاسوسی می‌کرده در چارچوب یا در پوشش فعالیت‌های زیست‌محیطی، و
طبق قوانین ایران و طبق قوانین تقریبا تمامی کشورها اگر هر کسی یک عملی رو به دیگری نسبت بده که اون عمل در قوانین جرمه و نتونه هیچ مدرکی رو براش بیاره، اون این کار رو بهش میگن افترا، یعنی اتهام زدن به کسی بدون اینکه مدرک و سندی ارائه بکنی. کاری که صدا و سیما کرد در مورد آقای سید امامی مصداق بارز افترا بود، چون و در همون برنامه هم همه در واقع ماها که اون رو دیدیم هیچ نوع سند و مدرکی مبنی بر جاسوسی ایشون داده نمیشه، همینطور به ایشون میاد با کلاش حق دفاع داده نمیشه و این واقعیت که مرگ ایشون در زندان که به عنوان خودکشی اعلام شد، یک مرگی که از نظر خانواده و وکلا بسیار این قضیه که ایشون خودکشی کرده مورد تردیده و هیچ تحقیقی هم راجبش تا امروز انجام نشده، هنوز بر سر جای خوش باقی. بنابراین من فکر میکنم که این شکایت تحت چارچوب اتهام و یا جرم افترا که صدا و سیما مرتکب شده تسلیم مقامات وضعی شده. این مورد یگانه نیست چنین اتفاقی که صدا و سیما فیلمی پخش بکنه یا اعترافاتی پخش بکنه که بعداً بهش تردیدهای گسترده وارده. چطور شده که فکر میکنید که خانواده سید امامی فکر کردن که در قوانین داخلی کشور میتونن راه به جایی بدن؟ به نظر من خانواده سید امامی کاری رو کردن که تمامی قربانیان اعترافات اجباری یا مستندهای این چنینی باید میکردن. ما از پرونده های دیگه و از اساسا رویه کلی دستگاه قضایی ایران میدونیم که احتمالا این پرونده هم مثل بعضی از شکایت های دیگه که انجام شده به هیچ جا نخواهد رسید. اما به نظرم بسیار مهمه که افراد با وجود اینکه امید چندانی ندارن به اینکه یک رسیدگی مستقل انجام بشه به شکایت هاشون، از همه ابزارها و مکانیزم های قانونی استفاده کنن برای دادخواهی و حقشون رو بخوان، به دلیل اینکه یک اولا این حق هر کسیه و اصولا حق خواهی و دادخواهی کمک میکنه به یادگیری و پیشبرد به یادگیری جامعه که ما باید حقمون رو بخوایم. دوم اینکه کمک میکنه که این پرونده و حقایق پنهان شدهش به عنوان یک موضوع روز همچنان مورد بحث قرار بگیره. و سوم اینکه اگه در مجامع بین المللی پرونده بخواد طرح بشه، همواره سوال میشه که آیا همه روندهای قانونی داخلی طی شده یا نه، که بعد اون نهاد بین المللی بتونه بهش به موضوع رسیده کنه. به این سه دلیل فکر می‌کنم که کار مثبتیه و امیدوارم که دیگرانی هم که خودشون قربانی اعترافات اجباری شدن یا مستندهای اینچنینی راجبشون ساخته شده یا راجب اعضای خانواده‌شون، حتما به اقدامات دادخواهانه دست بزنن. آقای سمیرنژاد، ما میدونیم که به تازگی جایگزینی تعیین شده برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بعد از درگذشت گزارشگر ویژه پیشین. به نظر شما چالش‌های عمده‌ای که مقابل راه آقای رحمان قرار داره چه هست؟ ببینید، چالش‌هایی که پیش روی ایشون قرار داره با چالش‌هایی که پیش روی گزارشگرای قبلی وجود داشت تفاوت زیادی نداره، همونا هستش. و شاید بتونیم بگیم که این مسئله اینطوری هستش که مسئله نقض حقوق بشر در ایران در تمامی مواردش میتونیم بگیم خیلی بدتر شده الان، یعنی هم در واقع هر روز داره بدتر میشه، هر هفته هر ماه، و این مشکل جدیشون هستش. ولی حالا بخوایم مهمترین مشکلاتشون رو مثلا اشاره کنیم، یکیش باز همون میگم گزارشگر قبلی هم داشتن، مسئله ورود ایشون به ایران هستش. خب ما میبینیم که در مورد گزارشگران قبلی مقامات ایران بسیار میگفتن که در واکنش به تمام گزارشگرای قبلی میگفتن که با کسانی مصاحبه کرده که معاندن و منابع دست اول نیستن و زیر سوال میبردن منابع رو. خب در حالی که از اون ور هم اجازه ورود ایشون به ایران رو نمیدادن و خب این تناقض وجود داشت و این چالش پیش روی گزارشگر ویژه هستش. و فکر میکنم که مهمترین مسئلهش همین است که ایشون بتونن به ایران ورود کنن و اجازه این قضیه رو داشته باشن. آقای سمیرنژاد، شما فرمودید که بخش گسترده ای از نقض حقوق بشر در حال حاضر در کشور داره اتفاق میفته. ممکنه فهرستوار به ما بگید که مهمترین هاش که به نظر شما به عنوان فعال حقوق بشر مطرح هست کدوم هاست؟ ببینید، خب خیلی مسائل مختلفی در بر میگیره. ببینید، اولین چیزی که ما میتونیم، خب خیلی در چند ماه گذشته ما شاهدش بودیم این هستش که اعتراضات مختلف، اعتراضات درویش رو ما شاهد بودیم، شهروندان عرب اهواز رو بودیم، اعتراضات مردم خرمشهر رو داشتیم و دیگر شهرها رو به آب. من
ما میبینیم دانشجویان رو داشتیم، اعتراضات دیما رو داشتیم و میبینیم که بسیاری از اینها هم بازداشت شدن، سرکوب شدن. ما مواردی داشتیم که گزارش های وجود داشته که کشته شدن، بازداشت های بسیار داریم، خیلی موارد گسترده هستش. مثلا خود دروش گناوادی رو بخوایم نگاه کنیم، در 5 ماه گذشته از اون بعضی که بازداشت شدن با ضرب و شتم بود، بازداشت های گسترده و پله‌ای بود، در زندان بودند، در زندان حقوقشون مثل وکیل دسترسی نداشتند، عدم دسترسی به خدمات درمانی نبود براشون، و همین دادگاهی که داریم میبینیم که خیلی در ما با فقدان دادرسی عادلانه روبرو هستن، با حکمای سنگین دارن میگیرن. نه خیلی موارد گسترده هست، رنج مضاعفی که به زندانیان در زندان داره تحمیل میشه، اینکه محکومیت دارن باز هم دوباره با پرونده های جدید مواجه میشن. مثلا سهیل عربی رو داریم، در حالی که در محکومیت اولش رو میگذرونه شاهد هستیم که به 6 سال زندان دیگه محکوم میشه. عبدالفتاح سلطانی رو داریم که در حالی که 2500 بیشتر از 2500 روز از زندانش میگذره باز هم با آزادی مشروطش مخالفت میشه. نرگس محمدی رو داریم که به خدمات درمانی دسترسی نداره، از اون ور خانواده‌اش باز ممنوع خروج میشن. سخیه ریگی وبلاگ‌نویس رو داریم که بعد از 9 سال زندان از محکومیت 10 ساله باز هم با آزادی مشروطش مخالفت میشه و مجبور به احتساب قضا میشه. مسئله اعدام کودکان هستش که همچنان باقی مونده. ما ابوالفضل چزانی رو داشتیم در ماه گذشته که اعدام شد و خب خیلی اعدام غم انگیزی بودش. میدونیم کلاً با اعدام که ما در هر شکلش مخالفیم، ولی خب اعدام بچهای زیر 18 سال واقعا دیگه غیر قابل تحمل هستش، چون ایران واقعا همونطور که میدونیم یکی از معدود کشورهای دنیا هستش که همچنان داره واسه بچهای زیر 18 سال که هنگام وقوع جرم زیر 18 سال هستن همچنان حکم اعدام صادر میکنه و اونها رو اجرا میکنه. بله خانم صدر، همواره این انتقاد به نهادهای بین المللی وارد بوده که استانداردهای دوگانه‌ای دارند در مورد بحث حقوق بشر. مثال‌ها متعدد هست در مورد عربستان، این روزها در مورد ترکیه با برخوردهای گسترده‌ای که با فعالان مدنی و سیاسی در اون کشور میشه. شما با سازوکارهای سازمان ملل آشنا هستید، شما چی فکر میکنید در مورد این انتقاد؟ من فکر میکنم این انتقادها که همیشه اتفاقا بخشی از استدلالهای دولت جمهوری اسلامی در پاسخش به موارد نقض حقوق بشر، موارد نقض حقوق بشر در نهادهای بین‌المللی هم بوده که شورای حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگران ویژه سازمان ملل اینها بی‌طرف نیستن، فقط در واقع روی بعضی از کشورها تمرکز دارن و به موارد نقض حقوق بشر در بقیه کشورها بی‌تفاوتن. بخشیش ناشی از یک نگاه سیاسیه که با واقعیت و حقایق موجود منطبق نیست، و بخش دیگرش هم عملا نادیده گرفتن وقایع موجوده. ما مکانیزم‌های متعددی داریم در نهادهای بین‌المللی که به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف رسیدگی می‌کنن. اینکه ما تمرکزمون روی مسائل ایرانه به این دلیله که ما روی مسائل این کشور کار می‌کنیم، ولی دلیل نداره که نهادهای بین‌المللی فقط روی ایران کار می‌کنن. ما گزارش‌هایی که نهادهای بین‌المللی راجع به موارد نقض حقوق بشر همونطور که شما گفتین در ترکیه، در عربستان، در اسرائیل اتفاق می‌افته رو معمولاً نگاه نمی‌کنیم یا بهش علاقه نداریم یا مطالعه نمی‌کنیم یا می‌خوایم هم نادیده بگیریم، عامدانه و به دلایل سیاسی میخوایم نادیده بگیم. من فکر میکنم که این نه انتقاد که نهادهای بین المللی یک طرفه هستن یا روی مسائل ایران خیلی تمرکز زیاد دارن، نقض حقوق بشر در کشورهای دیگه نمیبینن، خیلی نقد به جای نیست. ضمن اینکه واقعا واقعیت مناسبات بین المللی هم نمیخوام نادیده بگیرم، یعنی نمیخوام این واقعیت رو که کشورهای مثل انگلیس، مثل آمریکا، متحدین عربستان سعودی هستن یا متحدین کشورهای مثل بحرین هستن و نقض حقوق بشر در اون کشورها از طرف این کشورها که متحدین بین المللی هستن بهشون اسلحه میفروشن غیره، خیلی وقتا با مصالحه یا با در واقع نگاه نرمتری نگاه میشه، ولی در مورد سازمان ملل یا نهادهای بین المللی بالادستی ما کمتر میتونیم چنین چیزی رو بگیم. اما نکته بسیار مهم اینه که این پاسخ موارد نقض حقوق بشر در ایران نیست. آیا این اتفاقات افتاده یا نه؟ آیا این حقایق وجود داره یا نه؟ همینطور که مواردی که آقای سمی نژاد بهش اشاره کردن، آیا جمهوری اسلامی جواب قابل قبولی داره بر نقض گسترده حقوق مردم در عرصه‌های مختلف، چه معترضان سیاسی چه مردم عادی؟ وقتی
داریم راجع به حقوق بشر حرف میزنیم فقط راجع به زندانیان سیاسی حرف نمیزنیم، ما راجع به حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حرف میزنیم، ما راجع به حق برخورداری از آب آشامیدنی سالم حرف میزنیم، اینا بخشی از حقوق بشر، حق برخورداری از مسکن متناسب، حق برخورداری از یک محیط زیست و هوای پاک، اینا مواردی هستش که جزء حقوق بشر جمهوری اسلامی بهش متعهده، همینطور در قوانین قانون اساسی و قوانین خود ایران هم وجود داره. آیا این حقوق نقض نمیشن؟ اگر این حقوق نقض میشن، دولت جمهوری اسلامی به جای اینکه بهانه تراشی کنه بیاد هی توی عرصه بین المللی صحبت های سیاسی کنه و همینطور مدافعان ایشون در عرصه داخلی یا بین المللی بیا جواب اینا رو بده، یا سعی کنه که وضعیت رو بهبود بده، سعی کنه که تظاهرات مسالمت آمیز مردم رو سرکوب نکنه، سعی کنه آدم ها در زندان به طور عجیبی مدام خودکشی نکنن یا به مرگ های مشکوک نمیرن. بنابراین من موضوع هم اینه که صرف نظر از اینکه جامعه جهانی چه برخوردی داره با جمهوری اسلامی، موارد نقض حقوق بشر در ایران به حدی هولناک، تکان دهنده، گسترده و وسیعه که با این توجیهات سیاسی جمهوری اسلامی نمیتونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه و همچنان با مسئولیت به روند نقض حقوق بشر ادامه بده. شما تقریبا نزدیک 2 دهه است که از نزدیک فعالان حقوق بشر رو هم همکاری کردیم با شما، خودتون در یک سازمان خودتون فعالیت حقوق بشری میکنید. آیا به نظر شما اوضاع بدتر شده؟ بستگی داره به اینکه راجع به چه کدوم مقوله حقوق بشری صحبت کنیم و بستگی داره به اینکه راجع به چه دوره‌ای صحبت کنیم. اما در مجموع من فکر می‌کنم که اوضاع از اون چیزی که پیش بینی می‌شد خیلی بدتره. یعنی اینکه برخلاف امیدواری‌هایی که وجود داشت با روی کار آمدن دولت روحانی که ممکنه در حوزه‌های حقوق بشر وضعیتش بهبود پیدا کنه، اگر نه در همه حوزه‌ها، ما می‌بینیم که در تمامی حوزه‌ها با هر شاخصی که نگاه بکنیم وضعیت حقوق بشر بدتر شده. من فکر میکنم دلایل متفاوتی وجود داره. شاید یکی از مهمترین دلایل این باشه که در 4 ساله اول دولت روحانی به دلیل اینکه حالا یه انتخابات بعدی بود، قرار بود که رأی مردم گرفته بشه، مذاکرات مربوط به برجام در جریان بود و همه اینها، یک حداقل از نظر گفتاری یا از نظر سیاست‌های کلی سعی میشد با منشور حقوق شهروندی یا موارد دیگه‌ای گفته بشه که وضعیت داره بهبود پیدا می‌کنه. در 4 سال دوم حتی این نمایش سیاسی هم دیگه وجود نداره، به دلیل اینکه احتمالاً دیگه قرار نیستش که رأی این دولت یا این رئیس جمهور از مردم بگیره. و همینطور نکته بعدی اینه که تحولات بین المللی هم به نظر من به نفع جمهوری اسلامی در اینکه مسئله حقوق بشر رو همواره با تحولات بین المللی توجیه بکنه به نوعی یا زیر سایش قرار بده پیش رفت. روی کار آمدن ترامپ به نظر من خیلی نقش بزرگی داشت تو این قضیه، به دلیل اینکه همواره جمهوری اسلامی وقتی که تونسته که این گفتمان رو پیش ببره که یک دشمن خارجی بزرگ وجود داره که خطر جنگ یا خطر تحریم بیشتر اینها از توش احساس میشه، در داخل میتونه که با دست بازتری سرکوب کنه. آخرین نکته‌ای که میخوام بگم اینه که متاسفانه به دلیل اینکه بسیاری از کسانی که به دولت روحانی رأی دادن یا اینکه طرفدار گفتمان تقویت اصلاح طلب‌ها و رفرمیست‌ها بر علیه محافظه‌کار یا اصولگرایان هستن، در تمام این سالهای گذشته به جای اینکه در کنار مدافعین حقوق بشر بایستن و به نقض حقوق بشر دفاع کنن، به توجیه نقض حقوق بشر مشغول بودن. در وقایع دی ماه دیدیم که چطور سرکوب تظاهرات کنندگان از سوی بدنه بزرگی که نه فقط اصلاح طلب‌ها، حتی شامل بسیاری از روزنامه‌نگاران یا نیروهای مترقی که انتظار حمایت ازشون داشت می‌رفت، توجیه شد و در واقع دست بازتری جمهوری اسلامی پیدا کرد برای اینکه همین احکام سنگین رو علیه دانشجویان و سایر معترضان ساده. در ادامه همین بحثی که خانم صد مطرح کردن، آقای سمیر نژاد، من خواستم از شما بپرسم که شما به هر حال چند سالی هست که در فضای مجازی دارید روزانه خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر رو منتشر میکنید. به نظر شما یه افکار عمومی و فضای مجازی حساس‌تر شده به این موضوع ظرف سالیان اخیر؟ ببینید خیلی نمیتونیم واقعا، چون چیز شاخص آماری نداریم، نمیتونیم دقیقا بگیم که حساس‌تر شده. ما در برخی موارد میبینیم که خب افکار عمومی به شدت واکنش نشون میده. مثلا سر همین یکی از آخرین مواردی که داشتیم قضیه بازداشت مائده حجتی بود،
ما دیدیم که از اخبارمون و طیف‌های مختلف به شدت واکنش نشون دادن و خب به این مورد اعتراض کردن، حالا اعتراضات رو چه با ویدیوهای رقصی که پخش کردن یا با نوشته هاشون اینا، ولی در موارد دیگه هم میبینیم که اینطور نمیشه. اشاره کنم مثلا شاید همین بخشی که خانم شایسته اشاره کردن در مورد مثلا اعتراضات دیمان که برخی روزنامه‌نگارها یا مدافعان دولت چگونه رفتار کردن، این باعث میشه که حساسیت ها هم کمتر بشه. مثلا ما در روش گناوادی رو داشتیم که همین واکنش ها رو داشتیم در موردشون و خب خیلی ها در روش گناوادی رو محکوم کردن که این حاق خشونت کردن و در واقع اصل ماجرای یک جوری پنهان شدش. اون حساسیتی که باید وجود نداشت. خب فکر نمی کنید اگر که افکار عمومی با شما فعالان حقوق بشر نه همراه نباشه و نخواد به پذیر اون مواردی که شما بهش اشاره میکنید رو، کار شما خیلی سخت‌تر میشه؟ آیا احساس نمی‌کنید که نیاز دارید به همراهی افکار عمومی برای پیشبرد اهدافتون؟ طبیعتاً اصلا من فکر نمی‌کنم که فعالیت حقوق بشری بدون همراهی و حمایت افکار عمومی اصلا بتونه جلو. پس چرا فکر می‌کنید که علی رغم تلاشی که دارید می‌کنید در این سال‌ها، اخبار رو منتشر می‌کنید و مورد به مورد جزئیات رو توضیح می‌دید، باز هم افکار عمومی اون حساسیت لازم رو نداره؟ فکر می‌کنید چه اتفاقی در جامعه ایران هست که باعث چنین وضعی شده؟ من فکر می‌کنم خیلی دلایل زیادی وجود داره. یکی اینکه خب موارد بسیار زیاد هستش، موارد نقض حقوق بشر بسیار زیاد هست. ما زندانیان سیاسی بسیار زیادی داریم از گروه‌های مختلف، از اقوام مختلف، از اقلیت‌های مذهبی مختلف. پیگیری اینها خوب مشخصا بر عهده فعالین حقوق بشر هستش، ولی آیا جامعه هم انقدر توانایی این رو داره، افکار عمومی انقدر ظرفیت این رو داره که بتونه همراه فعالین حقوق بشر تمام این موارد رو جلو بره؟ چون ما میدونیم که به هر حال مشکلات دیگه‌ای وجود داره در کشور، مشکلات اقتصادی هستش، مشکلات سیاسی هست، فرهنگی هست، مخصوصا مشکلات اقتصادی در حال حاضر که خیلی افزایش پیدا کرده و خب مشغولیت میتونیم بگیم اصلی بسیاری از مردم ایران هستش. خب این باعث میشه که خیلی همراهی همیشه نشه، در همه موارد همراهی بشه. مثلا ما میدونیم که مثلا سر دربش گناهی به هر حال یه سری اعتراضامون اول بودش، خب ولی الان داریم میبینیم که الان خیلی حکمای سنگین داره صادر میشه، مانند اون اول نداریم. خب این به خاطر این هستش که میگم انقدر موارد زیاده، انقدر مستمر و سیستماتیک هستش، از افکار عمومی ظرفیت این رو شاید نداره که بتونن همه رو حمایت کنن. بله خانم استاد، اگه شما قرار باشه که از این گزارشگر ویژه جدید موردی رو بخواین، به نظر شما اولویت فعالان حقوق بشر چی هست؟ موردی که شما دنبالش هستید چه خواهد؟ قبل از که به سوالتون جواب بدم، یه نکته میخواستم در تکمیل صحبت‌های آقای سمی نژاد اشاره بکنم و اون اینه که ما بار زیادی رو دوش مردم یا افکار عمومی یا مردم عادی میذاریم برای اینکه حمایت کنن از قربانیان نقض حقوق بشر، در این حال نادیده انگار میگیریم یک موضوع مهمی رو که این وسط گم شده و اون اینه که در تمامی کشورها کار دفاع از حقوق بشر کار همه مردم نیست. درسته که مثلا از مردم میخواسته که امضا کنن بیانیه ها رو یا اقدامات ابتدایی انجام بدن، اما اون چیزی که حقوق بشر رو باعث پیشبردش میشه و از قربانیان دفاع میکنه، نهادها، سازمانها و گروههایی هستن که به طور حرفه‌ای به عنوان وکیل، به عنوان مدافع حقوق بشر، به عنوان سازمان غیر دولتی دارن کار میکنن. در ایران ما فاقد چنین نهادهای غیر دولتی هستیم که بتونن مستقلانه موارد نقض حقوق بشر رو پیگیری کنن. بنابراین اعتراضات مردمی نمیتونه اون انرژی که ازش تخلیه میشه توی یک ادامه پیدا کنه، تداوم پیدا بکنه و پیگیریش به جای برسه. در مورد همین مسئله اسید پاشی های اصفهان میبینیم که یکی از مسائل روزه، خب اعتراضات گسترده مردمی اتفاق افتاد، اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ هیچ نهاد واسطه‌ای بین دولت، قوه قضاییه و مردم معترض نبود که این پرونده ها رو بگیره و ببره جلو و پیگیری کنه حقوق قربانیان. متاسفانه وقت کمه، اگه 30 ثانیه بخواید به ما. من فکر می‌کنم مهمترین موضوعی که گزارشگر جدید سازمان ملل باید بهش بپردازه علاوه بر همه مواردی که گزارشگرهای دیگه بهش پرداختن، موضوع حقوق اقتصادی اجتماعی مردم، مسئله حق آب، مسئله فقر گسترده است و مسئله مسکنه، که همه اینها مواردی هستند که میلیون ها نفر در ایران رو حقوقشون داره روزمره نقض میشه و کمتر گزارشگری تا حالا به این موضوع پرداخته. ممنونم از شما شادی صد و مدیار سمی نژاد.
این بود صفحه دوی آخر هفته. این برنامه و برنامه های هفته های گذشته صفحه دو در وبسایت ما bbcpersian.com قابل دسترسیه. برنامه روی صفحه فیسبوک ما هم آپلود میشه، facebook.com/page2 آدرس ما هست. میتونید نظراتتون رو از اونجا با ما در میون بگذارید. در نشانه توییتری ما @bbcpage2 لینک یوتیوب و پادکست ما هم منتشر خواهد شد. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.